از زمان خبر بازداشت وریا غفوری واکنش‌ها به دستگیری اون همچنان ادامه داره و بیشتر فضای مجازی رو به خودش اختصاص داده و کاربرا ویدیو و گفته‌های اون رو برای کسانی که با وریا غفوری آشنا نیستن منتشر کرده یا بازنشر می‌کنه. چیزی که من دوست دارم اینه که تو استقلال بازی کنم و از فوتبال خداحافظی کنم. من همیشه موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. یه سری مصاحبه ها رو از مسئولا میبینه که اصلا انگار به درد مردم، به زخم مردم نمک میپاشن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست. یعنی به خواهد از شهر که عکس کاپیتان تیم من رو محو میکنه. این تلویزیون ها؟ کردم بله. تلویزیون خاموش کن. چرا؟ من با تلویزیون نفهمیدم. چیز بدی نگفتم که بترسی. حرف حقه. اول و آخرین انتخابم استقلاله، مگه اینکه عواملی نظر من توی تیم. وطن فروش من نیستم، تجزیه طلب من نیستم. بازم میگم یه جون دارم هزاران بار فدا ایران میکنم. وریا غفوری با خیلی از بازیکنان همین تیم ملی هم بازی بوده و اون رو خیلی خوب میشناسن. دیروز بعد از بازی از کارلوس کیروش در مورد دستگیری اون پرسیدن و سرمربی تیم ملی گفت خبر نداره و تازه این رو میشنوه، ولی اگر این خبر درست باشه بسیار متاسف است. و تو؟ No, I'm sorry, I cannot make comments about that. It's a surprise for me. I didn't know that. If that is true, I really feel sorry about that. شاهزاده رضا پهلوی با بازداشت یکی از ویدیوهایی که از وریا غفوری ساخته شده گفت صدای وریا غفوری و دیگر زندانیان سیاسی هستیم و به چیزی کمتر از آزادی قانع نیستیم. نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر هم پیامی در حمایت از وریا غفوری منتشر کرده و گفت از زمان دستگیری هیچ خبری از او در دست نیست. جواد نکونام هم در استوری اینستاگرام خودش گفت جای وریا غفوری در بازداشتگاه نیست و او را باید آزاد کنید. وریا غفوری محبوبیت زیادی در میان تمامی کاربران ایرانی داره و از او همیشه به نیکی یاد میکنن. همونطور که در بخش قبلی اشاره کردم یه سری از ایران برای خوشحالی و شادی فرستاده شدن به قطر، ولی این رو هم ببینیم که حتی پس از بازی با ولز طرفداران ایرانی در قطر شعار دادن و از علی کریمی و وریا غفوری یاد کردن. بعد از بازی با ولز وریا غفوری صدا می‌زنم علی کریمی. سبزی کن آقا ماهی، و در پایان حرکتی در شبکه‌های اجتماعی فعال هست با هشتگ وریا را آزاد کنید دست به دست و همرسان میشه.